ببین من خودم الان مثلا هیرویی که دوست دارم برم هودوینک هم زیاد بازی کردم، بعد ولی اگر بن بود مثلا روبیک هم دوست دارم برم آپشناله. باشه. بعد برین روبیک الان خیلی قویه اکچولی، میتونی روبیک بازی کنی، واقعا اوپیه روبیک الان تو ساپورت ها. روبیکو خیلی خوب بلدم ولی نمیدونم چرا این رنت هم باش پایین، ولی هودوینگو خیلی، یعنی هر بیلدی بگی میتونم باش بازی کنم. پس من هر دوتا رو با هم دیگه میزنم دیگه. اگه واقعا فرض فرق نمی، مثلا روبیک هم 4 هم 5 میشه بازیش کرد. آره آره پنجم بازی کردم چند وقت پیش. روبیک الان انقدر قویه، اصلا انقدر لاینش قویه روبیک که تو چیزه میگم لامصب از لاین پاره میکنه روبیک، خیلی بد پاره میکنه. یعنی میگه هودی نگیرم هودوینگ، یعنی اول روبیک، آره اول روبیک بشم بعد هودوینگ. آره چون من فقط موو میخوام، فقط موو میخوام، نمیخوام صرفا با هیرو مثلا چیکار. نه اصلا قیافه هودوینگ رو میبینم کهیر میزنم، ولش کنم روبیک بازی کنم. چرا خوکه نه بابا چی هودوینگ، اه اه یه کوچ هودوینگ که سولومیت داشتم همون بستمه دیگه، اذیتم بعد از اون. خب نه روبیک نه شوخی میکنم، اگه روبیک من بود خب برو هودوینگو، ولی به نظرم هم روبیک خیلی قوی تره هم خیلی بیشتر از هودوینگ. و اکچولی هر لیترالی هر تیمی که هودوینگ پیک کرد ساپورت توی دی پی سی مثل سگ باخت، یعنی من نمیدونم وین ریتش چند درصده، ولی اسکویشیه. آره نمیدونم چرا این هیرو رو میکشن و درس نمیگیرن که آقا قوی نیست واقعا اونقدر، مثل زمان تی آی نیست. ولی روبیک برعکس هر تیمی داشت ریپ کرد باش. بعد اصلا مهم نیست که تو اسپل خوبی تو گیم داری یا نه، از روبیک رو بکش. بند شد خب که مجبوریم هودوینگ. هودوینگ فقط 5 بازی میکنی؟ هودوینگ که 5 آخه نه. دیگه چی بازی میکنی؟ نه چی بگی میزنی؟ نه تو بگو. خب من چه میدونم چی میزنی. یه چیزی که زیاد بازی میکنی بکش. AA Agent Impression. AA بکش. ایه آخه نه مووی داره خیلی، نه لاینش قویه. آره باید باش خوب اسپل بزنی. نه خودم بغل اینوکر ایه ای نمیکشم اونجوری. کاش میگفتم اون هودوینگ بکشیه، اذیتت کردم. اشکال نه من با ایه هم خیلی خوب بازی میکنم، 64-65 درصد وین ریت دارم. خب ای جلوی این متای گاردین هم خیلی قویه اتفاقا، یعنی ضعیف نیست، فقط بس شانس بخوا. حالا شانس که آوردی مثلا خب یارات تاسک و مارس کشیدن، یعنی یه ستاپی داری واسه اولتیت. آره ای اگه بخوای مثلا اولتیتو خیلی اسکیل بیست بزنی سخت میشه هیرو، ولی اگه یه استان درستابی داشته باشی زیر متور شیش بزنی الان خوبه. هر زیر تورنیدو رو کمبو اگه بوید بکشه کیچ اسلار کشه، اگه باید میکشید خیلی خوب بود، اولت میکردم یک میکردم. خب من الان چنانت هودوینگ پاج دیگه. آره یه فری فایر گرفتم، دو تا ایرون برانچ، یک دونم تانگو، یک دونم سلف ابزرو، دو تا سنتری. سلف نمیخوای و... سلف رو بده بره. سلف بودم مانگو بره. اصلا نخریدی؟ دو تا مانگو بگیرم. سلف رو بده یه دو تا مانگو بگیر، دو تا سنتری بخر، 100% دو تا سنتری میخوام. دو تا رو گرفتم، 100 تا گل اضافه دارم. سیف کنم. بذار ببینم. نه سیف که سیف که از شیره. سیف از شیره. بذار ببینم چی گرفتی تا بهت بگم. مثلا شاید سر باونتی ها بتونم استیک بگیرم. نه استیک. آخه استیک میخوای جلو پاج چیکار؟ استیک نمیخوای. خب الان دو تا مانگو داری، یه دونه اینا داری. ابزرو چرا داری؟ ابزرو گذاشتم میخوام بذارم اینجا برای بذار باش. ابزرو معمولا اگه اونور نخرید بخر، چون اونور بهتره. اینجا تو مینی مپ اگه ببینی بهتر اینجا بکاریم، ولی اینور هم میشه اوکی. خب به جای این میتونی یه تانگوی دیگه بیاری، میتونی سلف بیاری. یه تانگوی دیگه، یه سلف. پس سلف رو بگیرم. من مرزم یه تانگوی دیگه بگیرم. اوکی بگیر، مشکل نداره. اسلاکت گرفته تانگو.
اسلارک رو ببینم، اسلارک تانگو من خودم گرفته اگه و یارو گرفته باشه اصلا نمیگیرم، سه تا مانگو میگیرم. اکچولی بسش مانگو هم بیاری اوکی، یا آفرین آوردی همه مهم. که خب آش جنتو اومدن خوبه. اینجا. خب این میخواد هو کنه، من اینجا نبینم که چی کنه، بلاک کنه کمپمو. فقط من هر چقدر ای ای زدم تا الان آشاردش بازی کردم. مراقب باش میخواد هوک کنه دیگه، یعنی نه این آره بر میذارم رو اول بازی. روش کنم. خب اونا رفتن روش. آره با شاردش بازی کردی دیگه اوکی. آره فقط با شاردش بازی کردم. یعنی سر مینه 15 خب سریع بعد چیز، بعد از این یه وارد سنتی تو اینجا بکار، پشت این درخته میبینی اسفلش هم اینجوری. آره پشت این درخته بچسبون به درخت که یارو مجبور شه کل این داستان رو دور بزنه اگه خواستی وارد کنه. خب چک کن هودوین کنیم داشت چیزی نداشت. به نظرم سنتی تو بزنه. نه نگرفت نگرفت. ببین دیدی؟ آره خب حالا میتونی بزنی هودوینکو. به نظرم یه ذره هودوینکو بزن که نتونه بیاد آره کمپتو بلاک کنه، بادی بلاک کنه. از اون برم مراقب باش هوک نشی دیگه. خب دیگه میتونی پاجو بزنی. میخوام از این ور بزنمش اگر بتونم اکرو کنم. خب رنج رو اگرو گرفتی دیگه، عالی. آفرین. خب یه سه تا بزن سریع تر به پاچ، سه تا به کولدان، به کولدان بزن ترجیحاً به پاجه بزن. من مهم نیست هودوین که چیزه، اگر لاین همینجوری بود ایزی کمپ رو استک کن. یعنی از مینه 40-45 را بیفت برای استک ایزی کم، خودتو تو لاین نشون بده. این خیلی آبیسه اینجوری میری، خیلی آبیسه. خب اوکی الان یه ذره اونو کم کردی، اینو استک کن دیگه. 53 بزن اینا رو حالت بزن چی دایی. دارم؟ نه بس هم خواستم بینم اینا چی داره. دو بگیرم؟ نه یک بگی بگو دو چه کس شدی اسلاکی دو میزنه یک بزن. همه وقت احساس کردی میخواد دو رو بزنه یک رو بزن. خب تانگو تو فعلا شروع کن خوردن، اول پرشی هوک نشی خیلی جات بده. او مای گاد مرد. بزن یک تو رو پاچ بزن. فیری هم داری. اینجا خیلی بده. آبسون اینجوری هم که حالا اگه اسلاک بکشه میارزه ولی نباید اینجوری داد بدی. خب گولد دارم چیکار کنم؟ وین لیس بگیرم یا وین لیس؟ وین لیس وین لیس وین لیس. یه فیری دیگه هم بگیر به نظرم. فیلی فایر مره. خب من اصلا کم. خب این بلاک نکرد کنم. آره برو یه ذره هودوینکر رو هرس کن بعد میری برای پول. برو برای پول، برو برای پول، برو برای پول که اصلا از دست ندی. بکش زودتر، بکش بکش. آره خوبه دیگه یه ویو اینجا اسکیپ کرد. سعی کن فارم کنی، اتک بذار روش، اتک بذار روش، سعی کن فارم کنی. آره سعی کن گلدشو بگیری، حتی ست هم زدی زدی. ای اتک بذار، ای اتک بذار تا میتونی فارم کن استفاده کن دیگه، پول مفته. این هم حتی میتونی با ست بزنی. چه داشته بشن برای این فهمیدی چرا اینو بهت گفتم؟ مراقب باش دیگه داداش، الان میمیری و این به دوزتت میمیری، نرو جلو اینا رو میبینی برو. فهمیدی چرا میگم آقا اینو چیز کن فارمش کن چون این اتفاق برات میفته. خب این استک که خودش برام ولش کن، برو ایزی که برو لین خودت فارم کن، این نمیخواد فارم کنه. خب هنوز میتونی پول کنی، مراقب باش اگه اینا رو نمیبینی سعی کن اگه تونستی کنم. نصف پول کنی. آره هفت پول فوق العاده است اگه بتونی بکنی. اوکی عالی.
بیا جلوتر. عالی پسر، عالی. خب دیگه بورلاک اکچولی اینا رو بزنی که فارم کنی، بعد نی یکیشو فارم کنی، یکیشو. این خیلی میده. آره اونو بگیر، ست هم بزن روش سن. آخ نه، آه عالی. یس خب این آه دیگه برو تو لاین، برو تو لاین پاجه رو بزنی، پاج هودوینک رو ول کن. دوشو نزد اسلاک نمیخره دوش. اوکی به پای پوکش. اوه شت. خب تانگو به اسلاک بده، دوتا دوتا به اسلاک تانگو بده، دوتا دوتاش. یه اینم خودت بزن. حالا شروع کن پاجو بزن دیگه. شروع کن پاجو بزن. ست. آره. وقت تو با هودوینگ زدن تلف نکن، پاجو بزن. آها. یکم نکنه. مراقب باش جفتتون رو ندوز. چیز ندوزه بریم. نه. من اینجا شات بگیرم. او شت. اوکی تانگوی بعدی اسلارک هم بده. نه یزیده تو. میخوادم چی کنم؟ بخر برش. بخر بیاد. آره خریدم. بوک نکنه. آره بزن تا میتونی، بزن تا میتونی بزنشون. اوکی از دور الان اچ پیشون کمه، تو بعد زوره رو بگی. سه تا دوباره بزن به پاج. ببین کولدانی سه تا بزن به پاج. اینجا بازی کن، اینجا اینقدر بغل درخت ها جلو هودوینک بازی نکن. اینجا بازی کن. چی داره؟ من نمیدونم چه درخت رو قد نمیکنه. خب ولش کن، چیکار به اون ده؟ تو چرا اونجا؟ بیا تو پشت کریپات بازی کن. ولش تو الان از دوتا مانگوت باید دوباره سه تا بزن. آها همینجوری هوک نشی فقط. اینا نمیدونم تو رو چرا نمیکشن، خیلی کسخولن یارو. یه دونه بوشبک بلان بزنه تا مردی. اره خیلی کیر بازی کنی. خب سلوه تو زد، یه تانگو هم بده بهش. خصاصت نکو، تانگو رو بده اسلاک. آها اکره. اوکی بزن سر پاجه، تموم شد. میتونی بری استک، میتونی بری استک، استک استک ول کن لاین. خودش دینای بلده بکنه. میرسی فکر کنم میرسی. آره دو گرفتم بزنم. خب اسلو شو میکنی با اون کارت، فدات بشم. آره قربونه چشای. مشکل نه استک بود. مشکلت دارم استک بود. هودوینگ میسته. خب اینو پول کن دیگه، اینو پول کن، کاری نمیتونی بکنی. خب بوتو کیو کن یواش یواش. الان وارد لاین و سنتری داریم. من شاپتون رو نمیتونم ببینم. ابزرو سنتری. Observe Sentry Clarity بخر بیاد. یکی گرفتم Clarity هم میگیرم. فارم کوینر کجا میری؟ الا بر بابا XP شد دقل. خب فارم کن، فارم کن، اتک بده، پول پول در بیار. بوت تو از کجا میخری پس؟ بوت اما بازار بدبختی. خب به خاطر اینکه فارم نمی کنی بزن لامصب و اینا، اصلا هیت بذار، نمیخواد پول کنی. هیت بذار، خود تنهایی بزن، از اینجا بزن. آها اتک بذار، بزن بزن بزن. آها خب عالی. اسلاکت دو ببین مش میتونی بذاری. یک رف رف رف. آره خب اون با مردن فرق نمیکنه، فرق خبری نیست. این پول بوتت اومد، یه پول دیگه بکن، پول بوتت میاد. کلرتی بذار بالا، هفت پول ترجیحاً بکن. کاملا بود اوکیه. ستا رو بگیرم. عالیه عالیه، ستا عالیه. خب هیروی تو خیلی به درد نمیخوره، واسه همین میگم لاینر رو خب بزن، اتک بده. لستید بزن. آخه بحبه داداش اینا بزن، عالی داداش. اینا بزن دینا ایول شه. عالی داداش. خب بوت تو من تموم شد، اینجوری بوت میخوای. خب حالا یه دونه وارد میخوای کجا؟ بیا اینجا تو درخت بیا. نه حتی اینجوری اینجا 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 بیا همین این بیا 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 و بیا و بیا چپ بیا چپ همینجا بکن. اینجا آره آره عالیه. یه سنتری هم همینجا بکن. آره سنتری. بیا سنتری شو دیدی؟ آره. خب بیا الان وارد تو سکیور کردی. برو دوباره پول ولش کن، ولش کن، برو دوباره پول. برم پول خودم. پول هیروت به هیچ درد نمیخوره، مجبوری همین کارو بکنه. آره میدونم تو لین خیلی ضعیفه. آره هیروت متاسفانه همینه.
This AM, I'm so mad. خب فارمش کن. میتونم اونم بکشم این بر با هم دیگه فارم کنم. یا اکچولی بدم اون بکن. اسپایک بکشه. هیچ بذار سه بزن بهش که زود ببینه. آها عالی پسر. آه اینم دینای کن دیگه، واسه دینای کن، کاری نداره. میتونم یکیشو بگیرم پای چردتا رو نگیره. جوری هم که تیپی کن بالا ولی نه. واسا وای چجوری اینو ایشکینه فارم نمیکنه تو این رنگ. خب بزن واسا اینجا رو فارم کن دیگه، داری اکچولی الان خودت لول 6 میشی. خب اون یکی ساپورتتون لول چنده؟ اون یکی نزدیک 6. میتونی تومو بخری، به نظرم بخر تومو. بخرم اوکی. وارد داره اینم، برو برای پولش. اینو میذارم حتی... بالا 6 تا 100 رد کنم بره یار بگیره. چی شد؟ هیچ نشرایت هم گفتم نشرایت هم. آها اینو بده دست اسلارک دیگه. اینو بدم به اسلارک. بده دیگه بیکار رو الان فعلا. او وارد داره. آره سنتری بعدی هم بیار. وای سنتری بعدی تو اینجا باید بذاری. اوکی بزنی کنم درستم باردم بزنه. تومت بیار. یکی تام میذاری پاش اونا تمام میشه. ببین همین بلا سرش با من میاد. باور کن یکی تو میزدی جفت اینا رو میکشی. نمیدونم چرا یکی تو نگردش. بعدش شه اسلارک شیش میکردی رو بگی. خبر این دیگه اینجا اسپل زدنه دیگه. خب مهم نیست الان تومو بخون. شیش شدی برو با مارس بازی کن دیگه، ولش کن اسلارکو مارس. اوکی وارد دارم. وارد و اینا هم بخر. وارد اسموک همه چی نبینم تو شاپ باشه. اینونتوریم فول شده. ترنکویلت اومد دیگه. خب حل برم بالا. موو بده بالا. موو بده بالا. موو بدم بالا. اوکی موو بده بالا. من دوستم یا ایس بلست بندازم وسط. نه ولش کنه این گوش میخوره. چیه بذاری وسط؟ نه بلستت خیلی خوندانش زیاده نکن این کارو. جایی فایت دیدی باشه الان وسط مثلا به این گیلیمز شد. من مجیک باند رو بگیرم اینونتوریم یه کوچولو بپاسم. الان میبینی امبر رو میتونی شیش کنی بیس حتی به نظرم. پاییزه دیره دیره اصلا حوات داشتی صحبت میکنی. آره اصلا اینجوری گفت که وسط حرفت داشتی میزدی میتونستی اولتی کنی وسط. این بالا نمیخواد سنچی بذاری. نزار دیگه یزی مهم نیست. برو بالا برو جلوتر ویژن بده بهشون. بذار مارسا ویبو همین ویژن رو بده به مارسا. خوبه همینو بالا بذارم. نه نذار ویژن بده بارسا. برو 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 گنزد اشکال نداره. بارو تو همینجا بکن. برو حالا ندیده تو رو. هنوز هم میتونی پینگ بهش بدی اگه بابایی. تی پی داری پایین؟ تی پی؟ اولتی؟ اول بعد اولتی میزدی. همیشه اول اولتی تو بزن بعد با ست اسلو کن. چون میدونی حالا بذار این که تموم بشه. میدونی مشکل اسپل زدن چیه؟ سه که میزنی اولتی میزنی اسلو ست تموم میشه تا اولتی برسه. اولتی تو بزن بعد وقتی رفت رو یارو با سه اسلو شون که بخوره. یه ذره اونجا بعد اسپل زدی. اوکی؟ اوکی ها اونجا مارس خرابکاری کرد دیگه. وارد هم که دید زد تموم شد. تا اینجا خیلی ساکسسفول نبوده. خب پلن بعدی چیه تو بازی؟ دوباره بعد... اسموک دوباره وارد. دوباره اسموک وارد بخر را برو سمت کجا؟ میدلین. از میدلین میرم بالا. برو سمت میدلین یاراتو دوباره بعد اسموک ببری. همون پلنی که صحبت کردیم. بعد اسموک ببری اینجا رو بگیریم. ویو مید بگو پوش بدم بعد بیان اسموک. آرینا ردی میشه. بهشون پینگ بده بگو بیان اینجا. داری باشون حرف میزنی؟ نه یزیده تو
خب حل آی شت کاش سب کن که استان کنن یارات اینجا الان جایی که با اولتی بزنی ره باره بزن دیگه پاجر رو این تو کنم بمیده من میام الان چه کنم بالا بارده چک کن نه. تو فایت باشه ایس بی همه اینا رو باید بگیری آفرین نایس خب یه سنتری رو زمین اوکی حالا اینجا ماجیک فند تو به نظرم الان بخر وقتش اینا دیوار نمیخوانی داداش 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 اینو زد سنتری که روی گراندر نمیزنم خب وارد که نکاشتی جاش که وارد الان من میکاشتی وارد به نظرم برو اینجا بکار چرا استفاده نکردی از اون زمان اونجا که وارد نبود نه. آره اینجا بذار این ور میتونستی بذاری به نظرم اوکی. اینجا برو نه دیگه اینجا بذار ببینه منو چک کردی وارد نداشتن دیگه چیو ببینه ماجیک فنت خریدی خودش... آره خب حالا بعد حالا بعد چیزتو بیاری حالا بعد کلریتی اینا بیاری کلریتی دوتا میارم کلریتی دوتا ابزرو حالا از این اسموکه استفاده کن برو اگه تونستی آره پاج شب بکش باوشت یک یکت بسه خط با تانگو میتونی اینو بخوری یا ولی خب دیگه نکته این نتش من مردم شد اشکال نداره بعد میمردی مانات هم بعد بیاد انیوی این واردم دیوارد میشه اسموکه خراب میکنه دیگه این اسموکی بود که تو باید ملت رو ببری این ور میبینی مپو ببین من چند چقدر دارم میگم دارم یه اسموک دارم اینجا خیلی مهمه الان سر این داستانی که سر این داستانی که نمیبریم ملت اون ور دوباره داریم هی اذیت میشیم خب پاجر پشت بگیم آه شیت پشت آره تیپی کن باز حتی اقل این ور چیز های دراه داره آیتمش رو میاره دیگه از این فرصت استفاده آره این واردر دیوارد کن آه شیت کاش حتی اقل واردر دیوارد کن آها آره اینجوری هم که اون تو که رفتی اونجا فیدو دادی و وارد رو بغل میکردی خب ببین پلن چیه بلند با من تکرار کن بالا. ممنون آره ممنون اون اسماک دارین یا تموم شد دارم خب خوبه یه اسماک نگهدار ملت که ریسپان شد در لاین اپ شد اسماک به سمت اینجا یه وارد میتونی اینجا بکاری یا اینجا بکاری یا اینجا بکاری ملت رو ببر بالا تیپی ندارم را برو اشکال نداره را برو اصلا مید و پوش بشه مید باید پوش بشه میگی حرف میزنی با یارات که آقا میشه بریم اسموک اینجا این مینی مپ که من برد میکشم نه و بهشون بگی اگه نگی باز دوباره این گوساله ها میرن اینجا مینی همش من این میدو یه کچه فارم کنم یا فارم کنم آره فارم مید تا پوش نشه اسموک به درد نمیخوره مید باید بره اینجا اوکی خب اینطوری هم که امبری بیاد رو نابودم دیگه نشون نده دیگه خب یزید مگه نگفتی از نابودم اینجا باید فارم کنید خوبه این مثلا گلد چیزته گلد شارد و گلیمر و این چیزت بالا رو میبینی؟ بالا کاری میشه براش کرد اینجوری هم که ببین آره یه خورده چون داشتم فارم میکردم لست فریم زدم بالا رو ندید اینا رو خوب لستشو بگیر آفرین این پولت شد فاکین 800 تا اوکی حالا واسه تاسک و اینوکر ریسپان شن همون پلن اوکی میخوای یه کلریتی رو مارسه بزن بنده خدا مانو نداره سب کن بذار ببینیم چی کار میکن یه کلریتی روش بزن آها خب داداش اگر روت کنم من روت کنم نزد به همیز شده تا که نگو که میره خوش بزنی قبل اینکه بمیری روتی تو نزدم این خیلی قویه بابا خیلی بد میزنی همه چی شما اینجا اولتی میزدی میبینی امبر مرده بود آره الان مرده بود
خب آره دیگه همین. آجی تا اینجا بیشتر اشکالات تو اسپل زدن هم هست و حالا میگم ای ایو من اسپل زدنت هم دارم میگم مشکلش چیه. یه مقدارش هم به خاطر لایف کوچه چون تمرکز نداری وسط فایت داره اتفاق اون ریپلی که دیدی میفته ها. هی میخواد ملت رو بعد ببری اینجا و نیبری باشون حرف نمیزنی. الان از تایم مردنت استفاده یعنی مردنشون استفاده کن بهشون بگو آقا بیاین اسموک بریم اینجا و اینجا رو بگیریم لاینر رو پوش بدیم اینو بهشون بگو یا پینگ بده یا تو مپ یه اهمی اونی چیزی با ساپورت اگه میخوای ببری باید حرف بزنی حالا یا چت کن یا پینگ بدی یا چیز کن یا پلان بعد بهشون بدی. آره اسلاکه کجاست؟ او خب من میخوام بالا دیگه کار به اینا ندارم. نه من چلینگ تاچ رو میخوام آره تالنت چلینگ تاچ رو میخوام بگیرم. چرا کاری به اینا نداری یه سوال چی رو؟ میگم چرا کاری به اینا نداری الان کل هیروت با اینا قویه تنها میخوا بری بالا چیکار؟ اصلا عواصم نبود بابا. ببین بقیه رو باید ببری بالا خودت نباید بری بالا این خیلی فرق داره. نمیام به نظر چرا نمیام من نمیتونم این اشتر اینجا هی میخوام پلی بدن. خب چرا به نظره کسی تا حالا بهشون گفته بالا بازی کن یا مثلا بری اینجا یا آره من تو مپ دارم بهشون چی میکنم آه من نمیبینم اکچولی آره اگه چیزی تو مپ داری میکشی من نمیبینم ولی فکر کنم میگه وارد بذار تو جنگل ببین الان که دیگه اونجوری شده میتونیم بریم تو فاز دیفنسیو حقیقت چون اینوکرت هم هیچی نداره یعنی بادار دیفنسیو به کاری و اینا. ولی ببین باید ملت رو ببری بالا الان باید اینا رو باز اسموک ببری بالا که خب خودشون دارن میرن خدا رو شکر فکر کنم این خوب بشه. این وکره اگه حواسش باشه بیاد فکر کنم خوب بشه. حواست باشه یه اولتی خوب روی مارس بزن الان اولتی؟ اولتی؟ آها اوکی نایس این فایت ها احتمال این که بگیریم هست مراقب باشی خودت نیا جلو. ای بابا از این تو انداختش بیرون مارس هم خیلی بده حداقل یه دیسرابتر گرفتین این فایت با اولتیت. یه ذره سخته الان خیلی بازی دست تو نیست بازی سخت الان دیگه از دست تو در رفته بعد پشت اینا بازی کنی در حد یه اولتی و دو بعد دیگه نمیخواد بری جلو اتک بدی به خاطر اینکه امبر دارن دیگه میاد روت امبر هم که دیدی چجوریه تا الان کمک دو شیشه خب دیگه بری جلو اتک بدی و سه بزنی خیلی نکته ای نداره. سعی کن توی اولتی مارس یه شیش با دوت بذاری. اوکی الان کار تو اینه پشت مارس و اینو بازی کن ببین چیکار میتونی بکنی. ابزرو سنتری اینا داری؟ دونه. آره ست دارم. خب صبر کن یه جا من نشون بدن تو مپ. آدم نمیاد یه دونه تراینگل داشته باشیم. به نظرم آره تراینگل تو باید دیوارد کنی. میتونی دو بذاری بری بالا اگه آره کسی نیست. اینجا نکن اینجا نکاری ها یه سنتری اینجا رو زمین بکار اینجا خوبه. حالا یه دونه هم میتونی این پایین بکاری که هم اینجا رو بگیره هم اینجا رو بکشه اینجا بکاره این پایین هم اینو میگیره هم این بر اینجا تو جو آها سنتری میگی آره خب هم اینجا رو میگیره هم این لبر خب ندارن دیگه عالیه میتونی دیفنسیو یه دونه اینجا بذاری به نظرم خب این بالا سنتری داری هم با یه دو چک کن بالا کلیف اونا آره. یه دو چک کن ببین وارد دارن به نظر من سب کن فعلا دیگه فورس نکن چیزی رو تو فقط فالو کن یارا تو الان شاید نیاز دارن تایمینگشون چیز شه نگاه کن الان اسلارک نیاز داره که مثلا دوباره خب اسلارک اومد یارو میج سلیرش زر و واسیم و واسیم اونا برینن دیگه باجه آقا نمیداره دنبال کن اگه میخوان اسمکو میتونی الان بزنی اگه تاسک رسید پشتت
بزن بزن بگو بیان اینجا اسموک پینگ بده بهشون بزن تاسکه بیاد پینگ بده داری میگی بهشون چون من پینگاتو آره هیچی نمیبینم باز یکیشون اگه به این خیلی لول اپ شده منم فقط دارم میکشه اورتیات نیست میشه دیگه خیلی کاری نمیشه کرد با این قضیه هاج رو فقط گرفتیم بد نیست اگه برن خیلی هم بد نیست نات بد خب من دوست دارم ایول بیارم خیلی گرونه نمیتونی ایول بیاری حالا به دو شارت گرفتم بهم یک کوچولو فارما رو بزنم شارت گرفتی شارت بد اینگیم از خیلی شارت بد اینگیم این گیم به نظرم گلیمر یا حتی فورس اینا پوزیشنت واسه پوزیشنت بازی کن حالا شارت داری الان میتونی سبک بازی تو عوض کنی میتونی تی پی جی بت بگیری ابزرو سنتری دستت بگیری را بیفتی لاینه خطرناک توش بدی الان برو بالا الان برو لاینه مثلا این رفته پایین تو برو بالا رو پوش کن دیگه الان شارت داری پس سبک بازی تو عوض میکنیم دیگه اکچولی میدم اینا میخوان دف بدن بذار میدو بده دیگه یا یه دو اینجا بذار یا سمت میتی آره دو تا بذار خوبه بیا عقب بیا عقب دیگه اگه اینجا وارد داشته بود دقیقا همین این چینه خورده بود مرده بود میگی چی میگم یعنی پوزیشن تو اصلا نباید خراب کنی و بعد اینجا بعد سنتری رو زمین سنتری میکاری قدم به قدم میری جلو این دیگه اینا رو کاهش نمیتونی بکنی دیگه کارهای رندومیه که یارات دارن میکنن دیگه اینا رو کاهش نمیتونی بکنی تو فقط از این فاصله استفاده کن دیگه سنتری اینجا چک بکن دیره دیگه دیره سنتری که گفتم و حواست نبود نه این نه این نصفش زیر تاوره یزید الان اینجا وارد میخوشی میخوایی چکار کنی بکرم اینجا وارد گذاشت بیست این یا اینجا رو زمین بعد بکاری یا اینجا سنتری تو این خیلی سنتری بدیه من فکرم پشت تاور گذاشته بخاطر این گذاشتم پشت تاور؟ آها اینجا؟ آره فکرم اینجا گذاشته نمیذارم معمولا اینجا این ورم میذارم فواسی فعلا با واسیمون اشتباه کنم کاری نمیتونی بکنی میتونم یه فلافیت بخرم برای فورس نه عقب میام آه واسه فورس گلیمر نمیجه یه فلافیت بخرم بعد گلیمر میارم نه اگه میخوای یه فلافیت بخری ولش عقبت میندازه گلیمر گرونه هزار تاییشو بخر بابا بخرم کلوک داری حیفه حیفس ببین تو الان بازی عقبی نمیتونی لاک چری حالا اینم بخرم اونم بخرم الان تو خودت این ستا واردی که جیبته رو بعد یه جا پیدا کنی بری بکاری خب یه دونه همین بالا بکار یا اینجا ابزرو آره خب ابزرو این بالا بکار نه دیگه نری رو کلیف بکاری یا جیغ میزنم به خدا نه اوکی اینو چرا یه جوری نمیکاری که کلیفو بگیره الان الینه گرفتم خدا رو شکر که رو کلیف نیست واردشون اینجاست خب کجا رفتی؟ برو برو بالا برو بالا اوکی برو پاج میشه زد نمیشه زد خب نایس ترای دیگه الان برگردی اینجا کاری نداری برگرد به همون کاری که داشتی میکردی اینجا وارد بذار گلیمرم اومد گلیمرت اومد؟ آره امبره خیلی آه تیپی هم نداری نمیتونی الان لیف کنی بیسو نه نرو دیگه نرو نرو اگه بیان سه بعد ببینی میان سه یا نه اوکی. چون تیپی کردی حواس هم نبود نمیتونی بری بیرون تا تیپی تردیش پس من برم ریژن بگیرم از الان دو بکار اینجا از الان دو بکار اینجا داداش اکس پی اینا رو بگیر دوازدشی نشون نده امبر بود میکشته تلم خب الان دیگه میتونی بری ریجن کنی خیلی خب دوباره ابزرو سنتری اسموک اسموک ردی نیست اسموک ردی نیست باش هره
پاپت خب گیفت هست الان دیگه، بعد این پاپت 4 گیفت. تا وارد رو بکاری، هیچ کاری مهمتر از این نداری. خب اسموک چقدر دیگه اوکی، ردی میشه؟ 30 ثانیه. 30 ثانیه دیگه اسموک میکنی میری بیرون و حداقل دو تا وارد میذاری. حالا اینجا رو چک میکنی بسته به اینجا. یه سنتری همینجا میتونی بکاری اینجا. همینش. و با دو این بالا رو چک کن. اوکی. فعلا نزن. آره میترسم. خب این بالا رو هم بعد چک کنی. بالا اسموک اومد. اسموک اومد داره. بخر بیار دیگه. سر 30 ثانیه اسموک کن، فقط وارد بزن، خیلی مهم نیست. اگه میان های گراند که سب کن بیان های گراند، ولی به نظرم میان های گراند چون تا برون اون تا برون بگیرن بسته پس میشه. با تو که پایین دیدیشون از این اینفو استفاده کن، چک وارد کن دیگه، اینجا رو چک وارد کن بلن. چون برو رنجر هنوز اینجا بستده بالا. خب وارد ندارم، میتونی یه وارد همینجا بکاری، اینو بزن یه وارد. خب در رنجر اومد بدش کن. برو برو فایت، برو فایت. باش میمیره؟ باش کنم باش بمیره. اگه شیشت میخورد میمرد، ولی خب نخورد. شخص بهش نه، فقط بافش خورد. دمیج شیشت منظورم. واسه پشت سرش فقط دو، الان تو فقط میتونی دو بزنی دیگه. اینجا داری دو بکاری اذیتشون کنی. اوکی، مگه اینکه گلیمر داری؟ گلیمر داری؟ برو خب چین امبره 4 ثانیه است متاسفانه. آره خیلی کار دیگه ای تو این تایم بازی اونطوری از دستت بر نمیاد. شاید هودوینکو بتونی بکشی اگه خر باشه، ولش کن اسموک تو هدر نده براش. خواستم بگم اسموک هودوینکو بکش با 6 ولی نمیارزه. بذار یارات ریسپانشن فوقش پایین رو میگه. بیشتر الان نیروت فالو آپ بقیه است دیگه. آره کار نمیتونم بکنم. گلیمرت و دوت، دو و گلیمر دو. اگه تله داشتم خیلی خوب بیشتر دو ثانیه این داختم روشون. خب نیازی نداری الان 4 ثانیه هم موزایی روشون دیگه. بسته این دوتا کلا. دوباره بذاری این برم بذار کلا اینجا رو کلا دو بذار، عقب ترم بذار دوبار. گلیمر خود خودت فقط امبره نیاری تا این میخوای تا اونجا داری. نمیشه کاری که بعد واسه بیان دیگه. واردشون هم که دیدیم نه اونا ایم اف کی کردن. اوکی ایف کی کردم. ببین حالا من بعد این حتما باید ریپلی این گیم رو بهت نشون بدم که اون دیر کردن تو این وارد اینجا چقدر خراب کرد کارو و بعدش اون اسموکی که باید میزدی ملت ها میبردی رو بردیشون اینجا و این چین فیده قشنگ. ببین این کاری که تو با یارات میکنی اینه که فلگ رو میذاری جای اشتباه و باشون حرف نمیزنی خیلی. حالا نمیدونم اینجا به من کلا نشون نمیده پینگا و نه اکچولی چیزو مپ برشونش میکشم چیز نمیگم هم. آره بعد بهشون بگی آقا مثلا گو تاپ گو فلان جا بریم اینجا اسمو کام فلان، در حد الف بای انگلیسی معمولا میفهمن، اونجوری هم نیستن. اینا رو بعد بهشون بگی. حالا تایمینگش رو از اونجا ست کنیم. بقیهش دیگه اونا دارن خوب بازی میکنن، خیلی فیلمیت نمیدن که بگیم منتظرشیم اشتباه کنن. امبرم بیل چیزم داره، مجیکم داره. افکی نکردن دارم بازی میکنم آسته یه رزه افکی بود. بعدم نمیاد ترای بدم این بازی رو. نه آره یا ترای کن چرا که نه. آره اگه آیس بلستم پنجتاشون بخوره خیلی خوب میشه. آیتم چی بیارم؟ چی به نظرت خوبه؟ به نظرم ایاندیس خیلی لاکچری کن، خیلی لاکچری فکر میکنیم. ایاندیس که داداش من این بازی رو تیم حریف بودم ایاندیس نمیخریدم که تو تیم شما. آره فعلا با قدم های کوچولو شروع کن، حالا به اون ایاندیس کم میرسیم.
چقدر پول آیتمه؟ 3000 تا پول آیتمه. اینو از زودتر هم زدی. خب فکر کنم بکنم اشکال نداره. میگم با ریفلش خیلی چیزا میشه فهمید. لاینت خوب بود؟ خب لاینت بد نبود. یه خورده میتونستم بهتر بشم بخاطر لایو بیشتر. آره لایو قطعا تاثیر داره قطعا. اصلا اسپل زدنات همه اینا تو لایو کوچ تاثیر داره بخاطر همین. خیلی ببین یه سری جاها خب صرفا اسپلت میس میشه نمیخور فایتو میخوری اون سر لایو کوچ میدونم. ولی یه چیز استرسه. این امبر خیلی قوی بود. من فکر نمیکنم امبر یه از دومت رومون مردیم. اصلا هیروت ضعیفه. ای من نمیدونم ای خیلی به درد نمیخوره هیروش. خب ای اینطوریه که یه اولتیه که تو اون اولتیه رو هم واقعا برای زدنش صبور نیستی. یعنی تپ میزنی تو فایت. خیلی مهمه که روی یه استان به خصوص اون میگم از این فازه که من ای خوب بازی میکنم. ببین اصلا تو جدی میگم این که فکر میکنی ای خوب بازی میکنی ریده تو ای بازی کردنه. اصلا کسایی که فکر میکنن ای خوب بازی میکنن فکر میکنن که اولتی های خوبی میزنن و این خیلی خراب میکنه کارشو. ای خیلی ساده است. رو شیشه تاسک، روی اسفیر مارس، روی اولتی مارس، روی دوی اسلاگ، روی تورنیدو اینووکر اولتی میزنه. من این بازی بشمرم تو شاید یه دونه اولتی روی استان زدی، همه رو باز خود زدی. یعنی اصلا ایشالله میخوره و اینو اصلا باور نکن، فکر نکن توی این. منم همینم. یعنی اگه این ای رو بدی به من فکر میکنیم که خب من خوب بازی میکنم پا اولتیم میخوابه. اصلا ای رو وقت خیلی ساده تر از این بازی کنی دلیلی نداره که ای رو خوب بازی کنی. تو ای رو بیسیک بازی کنی خیلی بهتره. تو فایتر روی یه تارگت مطمئن استان شده اولتیت بخوابه همون اول 4 به 5 فایت خیلی بهتره تا یه اولتی 3 نفره از دور بزنی که مثلا به همه بخوره. تو اولتی یه نفرات هم هیچ کدوم نمیخوره تو فایتر چون که میخوای خودت بزنی. خب یه دونه اولتی سخت داشتی به نظر من تو این گیم که اون پایین کمبوشو بهت گفتم، گفتم سه نزن اولتی کن، اولتی کن بعد سه بزن که تو اسلوت بخوره. اونو یه چیزی یاد گرفتی ولی بعد از اون به نظر من اولتیه که میزنی خیلی عجله داری. یعنی نکته این رو بذار سب کن، بذار یارو استان شه دقیقا تو استان اولتی بزن و اولتم که زدی کار تموم شد. نفر سه نفر مثلا بگیره این نه 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 خواه خیلی خرابه دیگه. اونجور با وید بزنی، با بلک هول باید بزنی. اصلا این فکر کردی که مثلا برم ببین اولتی ای چجوریه؟ تو هرچی بخوای دو سه نفر بزنی بعد از فایت دورتر باشی، درسته؟ آره. خب هرچی دورتر باشی دیرتر اولتیت میرسه به فایت. خب و نادقیق تره چون دیرتر میرسه تو باید زودتر بزنی و باید پیش بینی کنی که فایت کجا اتفاق میفته و این کلن همه چیه تو رو ریسکی میکنه و یه گیم بد و بدتر میکنه. درسته یه گیم خوب رو میتونه بهتر کنه ولی یه گیم بد و واقعا میشاشه توش. یعنی تو دوتا اولتی میس میدی دوتا هیرو نمیمیرن تموم شد. یعنی بعد خوبی اولتیت اینه که تو اون ته مپ هم یارو با اولتیت بمیره اکسپیشو میگیری، تو خیلی قوی میشی. آره. اولدو اکسپیشو میگیری مثلا خیلی مهمه. تو هر چی بخوای اولتی دو سه نفره بزنی باید پیش بینی کنی فایت قرار کجا اتفاق بیفته اونجا بزنی و نقدو داری ول میکنی نسیه رو میچسبی. در صورتی که من دارم بهت میگم ای خوب نقد بازی میکنه. اصلا اون ای که درست پیش بینی میکنه نداریم راستشو بخوای. نمیشه درست پیش بینی کرد. خیلی یه بار تو بازی مثلا این ریسکو بکن ولی تو هر فایت داری این ریسکو میکنی و اگه دقت کنی هر فایت اولتیات نمیخوره درست. حالا شاید مثلا بافش رد شه از یارو. اصلا خیلی مهمه که تو دمیج شیشت رو دوت بخوابه. اصلا واسه چی دو پر میکنی؟ واسه اینکه سه تا رو اون بزنی؟ یکی تام که یه لول بیشتر نگرفتی پس برای 6 دو گرفتی دیگه. تو از یه رنجی اولتی میزنی که اصلا دوت نیست رو یارو. حالا بذار من اینو این راجب اسپل زدنه که خواستم بگم کلا ای ضعیف الان چه شکلی. من 65 درصد بین ری تو همین ای ضعیف نیست. خب ای لین
چی؟ 4 تا کلا دوستم تو 20 بازی آخر کلا با این یک دونه الان شد 4 تا. نه ای ای ضعیف نیست. به نسبت روبیک اینا آره ضعیفه. ولی ای ای خوبی داره. خب اونم جلو متای گریوز الان خیلی خوبه. ولی ای ای لینینگش به شدت ضعیفه و ای ای وقتی بازی عقب میفتی این شکلی میشه. یه کاری نداری بکنی. شارپ خیلی لانگ پوش بده. آخر بازی خیلی قوی میشه درسته، سر اینکه دیگه کسی نمیتونه سیتانیک بیاره مثلا با همیشه قویه بازی. اونش از مین یک تا خود صد بازی اونش قویه. میگم یه چیزایش قویه یه چیزایش خیلی ضعیفه. ببین جلوییات خیلی خر بودن، صد بار بعد میمردی. یعنی لینه تو نگاه کنی با هر بوشوک هوک تو باید بمیری، با هر بوشوک هوک. یعنی من اصلا اینطوری هم که تو مثلا شاید لازم داشته باشی این لاین کویلین بلید بگیری اگه بتونی بازی، چون نمیتونی بازی کنی. تو هر چقدر هم آیتم داشته باشی با هوک میمیری جلوی هودوینگ پاچ، یه بوشوگ یه هوک میمیری. ولی خب نمیدونم چرا این کار باید نمیکردن، یعنی نه بوشوگ هوک، یعنی با هم هماهنگ نبودن. اینش بده، یعنی تو لاینت ضعیفه. از لاین در بیای تأثیری که ای ای میذاره مثلا واقعا با تأثیری که چه میدونم یه ساپ دیگه مثلا تو فایت میذاره خیلی فرق میکنه. ای ای واقعا خفنه. ولی اون اولتی لامصب باید روی یه استان اومدی جوین شدی باید روی یه استان بزنیش دیگه. خب روی استان باید بزنیش. یعنی میگی من کار تیمی میخواد مثلا برای تیایو این چه چیزه؟ نه کار تیمی نمیخواد، فاکینگ صبر میخواد که تو نداری. تو فایت ها اولتی رو باید روی استان بزنی، اگه استانش خراب شد نباید بزنی و واسی روی استان. ببین تو استان تاسک داری دو، یعنی اسنوبال 6 تاسک داری، تو تورنیدو اینووکر داری، تو اسویر 1 مارس داری، یعنی تو حتی پانس اسلارک داری. تو لیترالی هر 4 تا یارت به تو قابلیت اولتی کردن میدن و تو یک بار روی اینا اولتی نمیزنی. یعنی تو گیم اسپل زدن تو بدوش. اونجایی که مارس اون بالا میگرفت احساس میکنم گیم خیلی برمیگشت. آره دیگه، خب اون دیگه اون خراب کرد میدونی، اون یه بارم حالا اون خراب کنه، ولی میدونی بذار یه بار فقط اون خراب کنه دیگه، تو هر بار خراب نکن. یه دونه اولتی خوبم من نمیبینم، حالا بهت میگم چرا و به جاش میگم با کجا اولتی خوب بزنی. خب ببین یه بار که هوک شدی فکر کنم مردی، بعد از اون میگم این درسو من میگم. لاینت خوب بود، لاینو هم میذارم جلو. خب لاینت خوب بود. خب اینجا این ابزرو خیلی نجات داد و سنتریه، یادته که گفتم ابزرو و سنتری بیار همینجا هم زیر ابزروت به کار. خب این کاری بود که تو نمیکردی، یعنی تو اون گیمی که به من تو سی ام نشون دادی بذار برسه به اون ابزرو تو گیم سی ام. ببین تو این کار نمیکردی. همین ابزرو ببین چه اینفوی به تو میده، اینجا پاجو به تو نشون میده، اینجا هودوینکو نشون میده بهت که مثلا داره میاد، اصلا همین که اسلارک میتونه پوش بده بره جلو اینجا هیچکی نیست و نشون میده. تو میتونی اینجا رو دابل پول کنی بدون اینکه به ترسی از اینور یا اونور گنگشی. این آب به خاطر این ابزرو است. خب یعنی قشنگ تو رو فری میکنه تو این لاین این ابزرو. خب الان دوباره هودوینکو داره بهت نشون میده، این خیلی مهمه، اینو انجام بده. بعد از مین 5 6 به کریت ابزرو بده که اگه میتونی بری، اگه لازم شد تیپی کنی این نمونه و یه سری سیاهی اینجا. آره خب دستت باز باشه. خب و اما اینجا میگم دیگه، حالا اسپلتو دیر زدی whatever، ای اینجوریه دیگه، یه ذره اسپلشو بعد بزنی داستان میشی، اونو خیلی کاهش نمیشه. من دوست داشتم اگر یه خورده عقب تر ثابت نیستم خودم فورس بشدم غریزی میزدم. خیلی اسپک رفته بود دیر تابه. دایوه یه فالش کن دیگه. خب ببین بعد این اسموک هم میگم، باز حالا من نمیم اینجوری بودم که ببین تو این اسموکو اگه میخوای بزنی، خب اول این بالا رو چک میکنی، خب میتونی الان بزنی اسپاک تو، یا میتونی واسی این مارسه چیز شه این ویو پوش بده با هم اسموک برین، اینم میشه. ولی من خودم دوست دارم این مارسه پوش بده. حالا این دیگه اینجا اولتیشو میستاد یه جورایی. خب این تیپی خب
از اون تیپی هاییه که میگم من رو حساب جوری که من اسپل میزنم بهت میگم تیپی کن. یعنی اگه اینجا من بودم اینجوری که خب که تیپی کن اینا مردن چیکار دارم میکنن، یه شیش یه دو یه, یه دو شیش سه بزنی تمومه. ترتیبش اینجوریه، دو شیش سه. خب الان تو دو رو میذاری اینجا، شیش رو میزنی اینجا، یک تم اصلا یک نمیخواد، دو شیش سه یک اینجوریه. نه بعد این میخواستم میس میشه. خب این که مرده بود، این اگه میمرد خیلی تیپی خوب میشد. خب چون نمیمیره اینجا داستان میشه دیگه، میدونی یه سولو کیل خوب اینجا میتونستی بگیری که خیلی به نفعت بود، ولی خب این بده. چیزش هم بهت گفتم دیگه که چجوری بعد اسپل بزنی، اینجوریه که کوشش اینجوریه که نگاه میکنی کجا داره میره. آره دو تا میکاری اینجا، شیش رو میزنی اینجا، بعد سرم میزنی شیش تو که استاب کردی ستا میزنی، بعد که ست رو هوا داره میره بخوره به یارو یکت هم میزنی که تو اون تایم یکت فول اسلو شده باشه، یعنی قبل از اینکه ست برسه یکت هم میزنی. اینجوری میشه، این میشه نه طریقه درست اسپل زدن. خب یه چی هم بگم، نه ما خیلی سخت وقتی که چون من تا الان مثلا با منتالیتی خودم میامادم دیگه، بعد حالا با منتالیتی تو وقتی میخوام بیام اون لایف کوچه پاره میکنه. آره کلن لایف کوچه میفهمم، ولی خب من چون دارم یه اشتباهو 10 جا میبینم اینو بهت میگم، یعنی چون من مطمئنم بد اسپل میزنی باش، چون که حواست باشه. خب الان این اولتی رو نگاه کن، زشتی نمیبینه چشت. خب این تموم شد، الان یه روش فکر کنم میسته دیگه، یه اولتیه. خب این بده، نباید این کار بکنی. حالا همینا میتونی یه ذره صبر کنی مارسا از زیر فاکین اولتی این در بیاد. خب الان بزن، یا این مثلا هو کرده اینا اینجا بزن، بعد یه جایی بزن که دوت اونجا باشه. میدونی الان یه اولتی تو اینجا میزدی مثلا لایش لاک کچ نبود همونم میزدم دو هر دوتون میخوابی. آره شاید. ای من میبینم حالا یه دونه نیست آخه، یعنی من هر چی میرم جلوتر آره. اینو میبینم. خب حالا تو این فایت چیکار داری؟ خب تو اینجا سنتری کاشتی، خب سنتری که نباید اینجا بکاری، من نمیدونم دو تا اینجا میکاری سنتری تام اینجا سنتری رو زمین بکاری. خب رو زمین کشن سنتری. خب آره دو روز زمین کاشتی سنتری بالا. حالا اوکی تو که این کارو کردی سنتری بزن. خب سنتری که میزنی یارو دوباره میاد همینجا سنتری میذاره، بعدش رو سنتری مثلا ابزروت اونور بکار اینور بکار برو. الان دیره، ببین این کاری که میکنی یه دور میای تا اینجا دیره، و خب تو لایف کوچ من سخت میتونم بهت بگم آقا الان این کارو بکن الان کار بکن، و وقتی دیر میشه یه سری چین اتفاقات دیر میفته دیگه. ببین الان مجبور کل اینا رو بری که هیچی اسمو که تم زدی این بازیو باخت، اینجا بازیو باختی. آره زمان چی بود مثلا که یه وارد اینجا بکاری، این وارد بعد تو فری اینجا میکاشتی، بعدم ملت رو اسپوک میکردی میبردی بالا جایی که درو داره فارم میکنه. فال کامبلت دراگون لنسش اومده، الان بهترین موقع است برای اینکه بکشی اسلارکه بشه لول مثلا 12، این لول 10 بمونه لول 11 بمونه، بهترین کار اینه اسلارکو برداری ببری اسپون. تو راه هم مانات با کلریتی و مرتی و این چرت و پرتا پر کنی که اینجا نیوردی واسه خود. این الان یعنی چیزی که تو ذهن منه، منتها به جاش چی میشه یه وارد دیر میکاری اینجا که خب قاعدتا ملت رو میکشونه اینجا. گفتم هر وارد قبلا تو کوچه قبلیم همیشه چی گفتم، گفتم میخوای ملت یه جا بازی کنن اونجا وارد بکار. الان تو 5 دقیقه آینده رو ببینی ملت دارن نانس اینجا فید میدن. آره همه اومدن این به خب نانس دارن اینجا فید میدن. این وارد خوبیه به شرط اینکه تو ملت رو برداری ببری اونور و بهت یه اطمینانی میده، یعنی مثلا اینجا اگر هیرو ببینین اونور شما میتونین اگریسیو تر باشین. در واقع این یه وارد خاصه برای اینجا که بقیه وارد همه دیگه میره اینجا، یعنی تو سه تا وارد اینور بکاری یه دونه اینجا میکاری. متهم دیر شد، هم میگم براش اسموک زدی خرابش میکنه، این براش خرابش میکنه، بعد دیگه کلا داری اینجا فایت میکنی. این میگم تنها اولتی بود که با چیز تاسک زدی، بعد از این من دیگه ندیدم روی یه استان اولتی ازت ببینم. که اینم داری تاسک فالو آپ میکنی ها، یعنی اوکیه، فقط چون تو پلنو نچیدی تاسک داره میچینه خرابه. آره
خب پلن درست رو الان تو میدونی. خب که وارد دیوار شد، بعدش بعد الان دیگه مثلا ملت برن بالا، حالا ملت اتوماتیک دیگه افتادن به بازی کردن اینجا. مینی این هم باز دیوار نشد دوباره. نمی یعنی دیگه اصلا دیگه ان تو ان شد، یعنی یه جایی که قرار بود یه وارد بکاری بری از اونجا شده منجلاب باسه اینا. خیلی هاشم تقصیر تو نیست، یعنی اینا نباید برن ولی خب میرن دیگه. What can you do دیگه. نه آره من کاری ندارم که اونا چی بازی میکنم، من فقط بازی خودم میخوام فیکس کنم. آره دیگه این فقط اون همین داستان این که تو یه چقدر دیر شد دوباره رفتن بالا، این اینجا بالا خوردن دوباره بدون تو خوردن. یعنی اونا باید بیان وسط و فارم کنن ولی خب چون نمی کنن دیگه این رندوم فید اوناست، اون کاری نمیتونی بکنی. دوباره اسپاک میخوای، میخوای ملت رو ببری. ببین چقدر اینجا دیر میشه چیزت. باز اولتی تو اینجا نمکن نمیزنی، شیشه چیز هست، شیشه این هست نمیزنی، این میمیره. بعد ببین با چه اچ پی زنده میمونه. خب همه اینا گیم چینجینگه دیگه، یعنی اینا هست. حتی این یعنی لبه شیشت بوس میکرد امبرو الان مرده بود، کلش هم تو گرفته بودی، هزار خورده ای هم پولت میمون. با همون امبره دیگه برگشت الان، این الان برای اینکه همون امبره رو بکشه جونشو داد. ببین خیلی فرق میکنه، واسه همین بهت میگم اولتی تو واسا بزن رو استانا، خیلی مهمه اولتیت، خیلی مهمه دیگه. برگشت بیشتر نحوه اسپل زدنه. حالا باز جلوتر بهت نشون میدم، باز جلوتر بهت نشون میدم. اینجا داشتیم حرف میزدیم، باز میگم حواست نبود اصلا، کلا این فایت بدون تو معنی نداره. یعنی تو اینجا جایی که دیگه رو داشتم میدیدم. آره اینجا جایی که تیپی میکنی پایین اگه فایت بشه، و اصلا نمیدونم چرا داشتی میرفتی بالا. اینجا باید بری اینجا با اینا اسموک کنی بری بالا، نه اینکه خودت بری بالا. خودت بری بالا چهار واردم به کاری، کسی نیست از اون واردا محافظت کنه. بار بهشون گفتم این از اینجایی که واردا رو خریدم بهشون میگفتم، هی داخل نقشه بهشون میکشیدم مثلا بیان بالا ولی نمیومدن. نه حرف بزنی باشون، حرف بزنی، چت کنی، بعدم میگم باید به اسموک ببریشون نه اینکه بیان باشون. ولی بعضیشون دیگه خیلی تاکتیک مکسیکن فورش و اینجور سامیدن دیگه، اصلا گفتم این از یه مدتی به بعد داخل دوتا زیاد حرف نمیزنم با کسی. بزن اصلا، میوتشون کن، حرف بزن، صدا تو که میره صدا اونا نمیاد، چیکار داری تو حرف بزن. خب میوت کن ولی حرفتو بزن. اینجا ببین باز دوباره اسلاک واسه اینکه یه دونه دیسراپتر بکشه شیشش رو میکنه. خیلی ریزه ها این نکته ها. یه الان نباید بدون شیش بره رو اینا که. بعد نگاه کن. این شیش که باز بدون هیچ ستاپی هست. حالا همین الان مارسه میاد اولتی میکنی یا هرچی. و صبر کنی رو اولتی این بزنی. میگم صبر نداری برای لولات این شکلیه. هولی. سریع اولتی. استانی میبینی اولتی میزنی، این خیلی مهمه، اینو فیکس کنی با ای ای وین ریتت میشه 90%. خب تو باید رو استانا بهش بخوابه اولتیت، مگر نه قرار نی آت پلی کنی حریفو. باز فایت بعدی هم همینه فکر کنم. اینجا الان دارم میبینم چقدر بد بازی کرد. اسپل زدن رو میبینی؟ آره. این یه دونه دیسا این آها این دو جا دومی جایی بود که تو مثلا برای دیسراپتر هم اون تو زدی و دیگه وقت تلف نشد یه زد. اینجا مثلا دیگه مارس خراب کرد دیگه، تو میتونستی چه استان کنی. ولی میگم اینجا دیگه بازی چیز شده، از کنترل تو خارج شده. بازی بعد کنترل تو باشه اگه میخوای از این هم بیای بالاتر، یعنی میخوای اگه از این شند بشی دیواین باید بازی رو بگیری دست داری. یه ذره سخته همیشه. اون سری من آرکان بودم، گفتم رو تو انشنت دیگه، گفتی حالا لژند شو. آره دیگه تو از کروسیدر تا انشنت اومدی مرد، خیلی هم سریع اومدی. خب من فکر میکنم از اینجا به بعدش بتونی به این آسونی بیای، چون تا اینجاشو سریع اومدی، یه ذره زیاد بازی کنی اصلا شاید کم چون بازی کردی اصلا اثر کم بازی کردن رو ببینی، شاید رنک داون یه دور بشی قبل اینکه بری دیواین، این شاید دراب شدی مثلا پایین بعد رفتی دیواین. زیاد بعد بازی کنی، اینجوری نمیشه با این. البته خب میگم لایف کوچ من اسپل زدنشو اصلا کاری ندارم، این چون تو 10 تا فایت اینجوری شد من دارم میگم.
ولی اصل نکته این کوچ اینه که بابا تو ترانزیشن اینوری رو و یاد بگیری، چت کن، حرف بزن، اسموک، اصلا حرفتو گوش نمیدن، میوتی، چتت هم گوش نمیدن، بری بغلشون اسموک بزنی، بعد خط بکشی رو مینیمم میان دنبالت. خب یا اسموک دیگه اگه نیومدن باز اشکال نداره، اون اسموکر رو بزن برو اینجاها وارد بکار، باز میان. این دیگه بد شانسی تو بود که مارس اسپلشو میستاد، ولی باز به نظر من نصفش تقصیر تو بود، چون اون اسموکر رو تنها زدی، با مارس نزدی. آره من فقط میخوام ببینم چی مقصرش منم. بعد اسپل هام هم یعنی این بده اطمینان میدم که تو بازی های خودم تنها میرم اصلا ایک توی بازی نمیتونم خیلی میفهم میدونم کامل میشه اسپل ها رو. حالا دست خود ببین، من فقط دارم بهت میگم آقا برای اولتیات عجله نکن، حالا اگه کمتر عجله میکنی همیشه اینو هم بهت میگفتم، این وارد رو بهت میگفتم، چون اونجا فایت که اینجا بعد سنتری میکاشتی، اینجا وارد داره، الان منم تو ریپلی دیدم یاد گرفتم، ببین اینجا وارد داره مثلا امبره از اون موقع اومده بود روت زیر وارد دیده بودتت، درست خود رفتی جلو ولی انیوی میومد روت، و اینجا اگه میخوای اسموک کنی باید سنتری بکاری، این اسموک که کردی این باید سنتری، این مال بده. خب الان اینو با هم یاد گرفتیم، پس این یه چیزی با هم یاد گرفتیم، میخوای اسموک کنی اینجا رو که چک کردی با سنتری، اینجا هم شاید و شاید ساپورت های اونا هم خوب باشن، از کجا معلوم، خیلی خوبن ساپورتشون که اینجا وارد دارن اونا، این وارد خیلی خوبیه، مثلا آمادن واسه اسموکتون، مثلا میدونن آلردی پاجه اومده و تانکی ترین تارگتشون اومده، و این باز اولتیه رو این یه ذره دیر میخواه، میبینی؟ آره همش دیره. میدونی چرا اصلا میدونی چرا این اولتی به این دیر میزنی؟ چون رو تک تارگت سخته تا بزنی، همش اینجوری که بزنم نزنم، بزن اصلا هکس شد بزن، تورنیدو خورد بزن، نزار اصلا چیز شه، بذار یه دونه اولتی دو بزنی، یه نفرم اول فایت حذف شه، تو اولتی نداری ولی فایت 4 به 5 نمیارزه. من با ای ای مایندست هم اینطوریه که روی کری بزنم که کری ما جلوش کنه نره بتونه بزنتش، حتی اگه نتورسش پایین تره بتونه ترید کنه. نه داد ویلم خیلی ساده تر از این حرف هست، استان دیدی بزن، من میتونم درک مثلا رو کور نگن رو ساپ نمیزنم رو کور میزنم، ولی بزن کور دیدی استان شد بزن که زودتر بکشین برید نکست. خب اون دیگه برام اینه شست بازیه که نمیدونم اونی که سیتنیک داره رو من اولتی کنم و اینا. آره الان که اصلا این خبرها نیست، اینو اصلا ای اولتی کنی که چی بشه، درو رو لایف استیل نداره که، هر تارگتی بود بزن. ها اچ پیش مثلا به 15 درصد رسید، خب اچ پی این به اگه به 15 درصد رسید بعد بهتره که، پاجه خیلی خوبه که زودتر دمیج خیلی بیشتریه، حالا این لامصب انقدرم آیتم داره اچ پیش اونقدرم کمتر پاج نیست، ولی معمولا میدونی چرا که نه، تانکشون رو بزن اولتی تو، اچ پی ریژنش رو نگاه کن، اچ پی ریژنش خیلی زیاده، این 7 این اچ پی ریژنش 17 همینو حذف می‌کنی، خیلی تاثیر داره، بزن اصلا چیز نکن که واسه حتما پوز یک اونو نگه دارم، خیلی ایداله، اونم توی بازی این شکلی که یه دونه کیلم غنیمته، الان من توی این بازی ترید یک به دو میگم به نفع شماست، یه دونه دوتا هیرو بدین مثلا یه دونه کور بگیرین، خیلی خوبه عقب این بازیو، تازه تو میخوای خیلی میگم لاک چری فکر میکنی، یه دونه بزنم به ایان دیسک بخرم نمیدونم، شارت خیلی لاک چریه تو این بازی که شارت خریدی. شارد نمیدونم، من الان هلوش 80 تا بازی با ایجنت پرشن دارم، از همون موقعی که این شاردش باف بود اگر یادت بشه فهم کنم خیلی قدیم میشد پاپی این، مثلا من دیدم شارد میگفتم اصلا کلن شاردش کنار نذاشتم، از اون موقع تا الان میگیرم همیشه، شاردش خیلی خوبه ولی بازی ها نگاه کن داداش، دیدی چجوری امبر اومد کشته، شارد میخواد برای چیکار کنه، من شارد چیز بدی نیست که، بله لاین باش پوش میدی، خب تو مثلا میتونی لاین پوش بدی با ای تو این بازی، میتونی از بیس بری بیرون، تو وظیفت تو این بازی چیه؟ ببین تو فکر کن مثلا میگم همینجوری گلیمرت فورست ممکنه یه کور تو سیو بده، خب از نمردن تو بازی که عقبین و اینمی داره اسنوبال میکنه، یا اینکه مثلا با شارد لاین پوش بدی،
خودت قوی شی، کدوم انتخاب میکنی؟ حق نداری دومی رو انتخاب کنی. مگه پوز یکی؟ مگه کری؟ تو الان پوز پنجی. اگه همه تحت فشار باشن تو از همه بیشتر باید تحت فشار باشی. پوز پنج میشه مثل پدر خانواده ایمونه، بیشترین فشار رو خودش میندازه که بقیه کمترین فشار رو حس کنن. همیشه میبینی مثلا بابای میاد خونه مثلا تیه قرون تجربه شده آخ نمیگه، اینجوریه که آره مثلا پسرم میخریم، اینم میخریم، نگران نباش، اوکی فلان. ولی اصلا شارده مثل این مونه که خانواده نون ندارن بخورن، تو تازه مثلا رفتی بار یه مشروبی هم زدی مست اومدی خونه، یعنی قشنگ بی احترامیه به تیمت. جدی میگم این بی احترامیه به تیمت. تو مسئول این تیمی، پوز پنج این تیمی، مثل بار همه این تیم باید رو دوش تو باشه. تو اینجوری که حالا بابا یه مشروبم بزنیم با این پول چیزی نمیشه که، خب خار خانواده میگیری. قشنگ میخوام عذاب وجدان بهت بدم که درک کنی چقدر این دیدت اشتباهه. مثلا ایان دیسک بخرم چقدر اشتباه. حالا اصلا جمع میکنیم یه دونه بنزم میخریم دیگه، حالا نون بربری شب نداریم بخوریم، بعد نون لواش بخوریم. پس میگی تو بازی که جلو هم اگه شارت بگیرم مثلا مینه 15 اصلا باشه اشکال نه؟ نه بازم... نه اشکالش بازی جلوی اتک سپید هم اسلو میکنه سر اینکه شارت میگیرم، اتک سپیدشون هم اسلو میشه رو اتک سپید هم بافش میافته. What؟ بذار ببینم. نمیدونستم. تا اصلاً این حتی آها آها اوکی راست میگه. نه به نظر من بد نیست اگه بازی خیلی، ولی اینجوری عقب باشی. ببین یه گیم هست، خب اینا نمیتونن لاین پوش بدن، بعد تو یکی رو میخوای که کلا بره تو لاین ساید لینا پوش بده بمیره. خب اوکی، ولی تو از اون لول هم دیگه گذشته این گیم. فقط تو تیم فایت با کیل این بازی کامبک میشه، با لین پوش دادن و اسپلیت پوش و لیت میزنیم و اینا نداریم، کلا عقبیم. میدونی شارده یه وقتایی حتی گیم عقب باشی هم بد نیست، ولی این گیم رو نگاه کن آخه، رخ گیم رو ببین، 0-9-7 رو ببین، نگاه کن. آره با این میخوای یه دور هم مشروب بزنی. اینجوری هم که اون پولا رو سیف کن و اون بچه بدبخت رو مثلا یه جوری نجات بده، یه فورسی، یه گیلیمری، یه کوفتی با بدبختی ده. حتی یه شفاکینگ شادو امیولت حتی یه وقتایی نجات میده اینا رو. یه دفعه ای مثلا میبینی خب تامین 25 بازی شما چیز نداری، اینا دیتکشن ندارن، انتظار ندارن که یکی گیلی مرشه. حرف درست دیگه. آره یهو مثلا شد امیولت استارکر رو نجات میده. چرا این کار نمی کنی؟ حالا دو تا سوال. یکی از اون سوال داکچری هست، یکم یه سوال دیگه. اوکی. حالا از این بازی بگذاریم، اینا رو اوکی میکنم دوباره ایشالله تو دیواین باشه دیگه ازش میگیرم. صد در. آره. ببین یه چیزی تایم 40-50 اینطوری که میشه، من بعضی وقتا با مثلا هیروهایی که یه مقدار حالا موبیلیتیشون بیشتره، مثلا همون هودوینک یا مثلا ویند رنجر اینجور چیزا، میرم کلیپ ها رو از پشت میگیرم و میارم پشت سابر خودم لینو جا به جام. اونه 50؟ نه ثانیه 50. آه ثانیه 50. خب لینینگ آره با پوز 4 میرم این کار رو انجام میدم. کات میکنی؟ آره این کارو من خودم هم نفهمیدم برای چی، فقط انجام میدم بلیدم جواب میده. یه آنالیز کوچولو من اینو توضیح دادم زیاد، دوباره توضیح میدم. وقتی لین رو کات میکنی چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه کریپ ها اینجا همدیگر رو کات کنن، اینجا همدیگر رو میت کنن، تو میبری این ور اینجا میت میکنن، اونم مثلا میبره اینجا میت میکنن. اگه خر نباشه نبره زیر تاور، فرض میکنیم اونم بلده، اونم میبره پشت تاورش، تو هم میبری جلو تاورت یا پشت تاور. آره. خب بذار یه بار یه که پاور هست. آره تو لاین هم مثلا میبری اینجا، اونم میبره اینجا. خب آره این کار به نفع چیه؟ یعنی چی کار میکنه این کار؟ این کار دقیقا هم نمیخوام بدونم، میخوام بدونم که این کار مثلا بیشتر شبیه اینه که کریر راحت تر فارم کنه، ایزی فارم بشه، و اینکه من برم اونور دینای مثلا میکنم یه همچه چیز. ببین این لاین به جای این که یه دونه ویف کیپ اینجا همش هم دیگر رو کات کنه، چیز هم با هم دیگه میت کنه، میشه یه دونه اینجا و یه دونه اینجا. فرقش با اینکه کلا اینجا باشه چیه؟ جواب ساده من بده، فرق واضحش چیه؟ پشت تابره، which means یعنی که یعنی که جدا میشه این دوتا
ببین جایی که کریا فارم میکنن جدا میشه، اسلارکه همینجا مثلا فارم میکنه، خب آره پاجم همینجا فارم میکنه، جفتشون یه جا فارم میکنن، ولی وقتی تو یه ویو میبری اینجا اون یه ویو میبره اینجا، جای فارم این دوتا جدا میشه. خب این به نفع کیه؟ اون نمیبره. ها؟ مثلا اگر اون نبره چی؟ آره اونم میبره دیگه، درست داره. اگه اون ولی نبره از که اون خره، تاور میره زیر تاورش، بعدم ویو، بعدم پوش میخوره میاد همونجایی که شما میخواین، میاد اینجا که هیچی، خیلی خوبه اگه اون نبره. تو کات میکنی، اون میره زیر تاور ویوش، هیچی، ویو شما میاد اینجا، ویو بعدی هم که هیچی، زیر تاور مرده درگیر نمیشه، میاد اینجا. این اتفاق میفته اگه اون کار برای نکنه. این کار هر دو تا، اگه برای این کار برای بعد هر دو تا کمپ بلاک باشه این بله کار بله انجام. بله چون اگه این کار نکنی یارو خوب باشه، کمپ ها رو وسط راه درگیر میکنه با ویوت، گن میزنه تو پولت. خب جواب سوال منو جواب ندی. به نفع کیه وقتی جای فارم کریا عوض می کورا عوض میشه؟ نفت پوزه یکه، چرا؟ به نفع فاز 3. پس چرا؟ میگن تری، نه جوابش رو نمیدونم. آخه چیزی که تازه دیدم داخل ببین دیویسی اینجا دیدم. میزنید تو سر و کله هم دیگه، آره خب اینجا جدا میکنید لاین رو از هم، کی ناراحت میشه؟ اونی که توی ترید برنده است، اونی که قوی تره. خیلی ساده بخوام جواب بدم، آها اینطوری اون از دو اون نفری نظر. که لاینشون قوی تره ناراحت میشن، میگن ای بابا باز این مثلا کسکرک بازی در آورد، لاین رو جدا کرد، نمیتونیم فشار بیاریم روش. آره نمیتونی فشار بدیم. آره دیگه، چون تک به تک میشه لاین به جای دو به دو، تقریبا تک به تک میشه، دو تا تک به تک میشه به جای یه دونه دو به دو. یعنی اگر مثلا عکس کنارم من این کارو براش انجام بدم، احتمالا عکس من ناراحت میشه. اگه عجز تو اون لاین سره، آره چون دارین میزنین اینجا، دارین زور میگین، لست دینای میکنین، اونجوری فری فارم میشه، تو هم فری فارم میشی. سوال: چه سیف لینری چه آف لینری، چه پوز 5 سیف لینی چه پوز 4 آف لینی؟ شما تو لاین قوی ترید، این کار کسشر محضه. شما تو لاین ضعیف ترید، این کار خیلی خوبه، چون که به هم میریزه لاینو، نمیذاره کشو. اصلا تو ای خب، یا جلوت مثلا فاکینگ ای نمیدونم چی بودین، اسلارکین. خب هودوینکی برای پول کنه خیلی خره، خیلی داره به نفع شما کار میکنه، وقتی آره هر لحظه یه بوشوک هوک کنن تو رو میکشن، چرا این لین رو جدا کنن؟ ولی مثلا برعکس تو ای چاری، اونا مثلا چه میدونم بین مثلا کریستال ویدن پاجن، بیای جلو فراست بایت میشه، هوک میشه زیر تاور، شوخی ندارن هیچ کدومشون. خب میتونی حالا من کات با کنی لاین. عنوان پوز 5 نمیتونم برم این کار رو انجام بدم، از با اون پوز پشت بگیرم 5 بیارم. نه نمیتونی انجام بدی، معمولا زورت نمیرسه. چه بعد با پوز 5 چرا این کار رو انجام بدی؟ اصلا لین خیلی پوش خورده زیر تاور، بعضی وقت اصلا لین میبینم آلردی اینجاست، همیشه داره نه اینجا نه میت میشه، تو چرا باید این کارو بکنی؟ نه بعضی یعنی با پوز وقتا 5 منظورت اینه که از اینجا ببری پول کنی؟ مثلا مینس 2 اینطوری، لین میاد کجا؟ تقریبا زیر تاور. خب خب زیر تاور بالا، اینجا خب فرض کن یعنی ما الان اینجا، آره اینجا مثلا من با ای برم از اون پشت، چون میدونم ویو بعدی هم احتمالا میاد اینجا، و چون ما مثلا سه تا رنج کلیپ داریم، ویو بعدی هم زیر تاور اونا راحت دینای میشه. من اگه برم از اون پشت بگیرم سوتی میدم وسط راه. به نظر تو اینکه بری این همه راه و از اینجا تا اینجا، اینجا هم که نمی، اینجا که میمیری، و بری از آره اینجا اون بس بیاری و اگر حالا اون از اینجا تا تو، اولا تا اینجا دو ویو بعدی هم رسیده به اونجایی که باید برسه، حالا کاری ندارم، فرض کن اصلا این کارم کردی، ساده تر نیست یه پول بکنی؟ دوتی کم بلاک، خب چون آملاک این کن اوکی، کمپ، چون واسم آملاک کن. چند بار پیش اومد اینطوری کریای دارم که یتک میذارن داخل، هر چیز در میزنم میگم لسید یارو این کار نمیکنم، بعد آخر ویو میره اون زیر میگه پول کن، هر چقدر پول میکنم نهایتا ویو اون زیره، من کار نمیکنم. پول کن، دوره پول پول کن دیگه، اگه ایه. پول بسته واسه بغلش تو هم بزنشون، آره اوکی واسه بغلش لین کن با یارو. اگه اوکی میبینی تو که تو مثلا کمپو بستی ولی اومده یارو بادی بلاک داره میکنه، دیگه کاری نمیتونی بکنی، واسه اینو بزن جلو، یارو واسه بزن لین کن.
حالا چه لین اینجا چه لین اینجا. اوکی یه ذره چیزه، من یه بار دیدم حقیقت کوروکی این کارو کرد، یک بار تا حالا دیدم که پوز پنج دایر بود کوروکی رفت یونیتا رو از اینجا پول کرد، یه بار دیدم، اونم اصلا میگم جالب بود ولی در نهایت یادم نمیاد لاینش چی شد. معمولا نمیصرفه که این کار بکنی. من از وقت شیکر میگیرم این به جای اینکه خودم و پول مثلا ویو و کات کنم از همون مین یک چی کنم بلاک کنم، میام این دقیقا همین جایی که الان با جت پرشن هستم اینجا فیشر میکنم، بعد کلیپ ما میاد زیر لین، بعد زیر تابر با پوز پنج. آه نه با پوز چار. آها با پوز چار. آره 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 میتونی کار بکنی. اوکی پس لین هم سریع تر میره اون بر. آره ولی با پنج معمولا منطقی نیست تو بری پول کنی، تو با پنج کمپ داری، حتی این کمپ ها میتونی باز بذاری این یکی رو پول کنی، تو دوتا جا بر پول داری. و اینکه تو با پنج معمولا نیازی به این کار نداری چون اینا آفلینر ها این کار رو میکنن که لین بیاد جلو تاور خودشون. خب تو آلردی هیچ کاری نکنی لین جلو تاور شما هست بای دیفالت، به همین دلیل میگن سیف لین، به این دلیل میگن سیف لین چون همیشه لاین میاد اینجا اگه شما کاری خاصی نکنین، ولی اونا مجبورن برای اینکه لاین رو از اینجا بیارن اینجا کات کنن، کات کنن بیارن اینجا ویو بعدی رو مجبورن. ولی شما مجبور نیستین که کار خاصی نکنید میاد اینجا. اگه کوریرم بفرستم اگرو میشه دیگه، خودم تو لین باشم کوریر مثلا بفرستم. فیلم سوپر خیلی میبینی نه؟ کلا نه فیلم سوپر، فیلم سوپر مثلا هندی مثلا یه هم چیزی بالیوود چیز کلاب بالیوود و فاکینگ برادرز هم همچین چیزی به ذهنشون نمیرسه بنده خدا. اولا که کوریرت میمیره چون ایوستش از کریپا کمتر. خب اولا که کوریرت میمیره هیچه هیچ. دوما تو کوریرتو ببری این پشت، نمیدونم واقعا ایده جالبیه، بهش فکر نکرده بودم. ولی تا قبل لول 4 که کوریر پیاده بدبخت، یعنی واقعا کوریر تو از اینکه سلف بیاره، تانگو بیاره، سنتری بیاره، نمیدونم فاکینگ مانگو بیاره، کلریتی بیاره، فرنجرا بیاره، بره این پشت کات کنه برات، بدبخت واقعا تو خدا بهت خر نده هیچ وقت. یخچال وارش میکنی، یخچاله رو میذاری رو خر بدبخت، گناه داره، نکن این کارو. اوکی حالا رسیدم به سال لاکچری. خب میکنم کوچم تموم شد. آره من بازم اتقا میدم و یه ریپلای خوبم بعدا از ایه بهت نشون میدم. ایوال خب من یه خورده احساس میکنم بازی بد بود به حال بخشید، ولی اینکه اوکی میکنم بازی. نه بابا ردیفه لایف کوچ همینه دادش. ببین من کاری ندارم، تو یا زبون باز میکنی و افسار این یارا رو به دست میگیری، یا با چیز اینا میری تو چاه، با تناب اینا میری تو چاه، یا مثلا تو همین رنگ تو بهترین حالت میمونی. تو باید اینا رو لید کنی اگه پنج بازی میکنی، چهار بازی میکنی، تمام. یعنی این درس رو بگیر از این کوچ که آقا من باید اینا رو ببرم سمت جای درست. خب و اصلا شاید اون واردی که من بهت گفتم به کار غلط بود. خب پس جای درست دفعه بعد این وروارد میکاری. من با منتالیتی خودم گفتم که یه ویژن اینجا میکاری اسپونگ میکنی میری، اصلا یه چیز دیگه شد. میبینی تو رنگ مختلف فرق داره؟ نه 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 فرق نداره، اگزیکیوشن چیزی که تو ذهن منه با چیزی که میگم فرق میکنه. یعنی من تو ذهنم این که خب تو وارد رو میکاری میری بعد اسموک میزنی وارد میکاری، یعنی میدونی همه چی رو نمیتونم بگم خراب در میاد، ولی مهم اینه که تو اون مایندست رو از من بگیری که چرا من میگم وارد، چرا میگم دیر شد، چرا میگم باید بری بالا، چرا میگم این وارد مثلا اسموک نباید براش میزدی اسموکر، چرا میگم یارا تو اسموک ببری. یعنی تو اینا رو باید درک کنی، اگه اینا رو درک کنی خیلی ایزی تر میای بالا. سوال دیگه میخوام از چه بپرسم، از اینکه چیکی به ترون برسیم. پس تو الان میگه ابجکتیو اینه که ما اگر تابر سیف لین انمی رو گرفتیم من برم به سمت جانگل انمی. بله که از اینجا بریم مید لین. بله ببین تو تابر میدو اینجوری نمیتونی بگیری، اینجوری نمیتونی بگیری. خب اونا تا زمانی که کل این نیم دایره رو دارن
شما یه سولاخی داری که درش رو میبندن، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. اما وقتی شما این نیم دایره رو دارین و اونا فقط اینجا رو دارن، اینجا رو که نمیتونی بگیری، اینجا که تراینگله، اینجا که عربیه، خب این که هیچی، اینجا زمانی که این دست شما باشه این تاور میخوره. خیلی مهمه که بدونی این تاور رو مستقیم نمیگیرن، این تاور رو از عقب، از پشت میگیرن، از اینجا نه از جلو. و این برم که کنسله. ریدینت هم همینه، این تاور رو میخوای بگیری، این کلیف ها میخوای، اینجا رو میخوای، اینجا رو بگیری، این تاور رو گرفتی، این تاور رو نمیتونی مستقیم بیای بگیری، پارت میکنن اینجا. یک چیز دیگه، یا الان ما اگه تاور سیف لین رو گرفتیم، تاور سیف لین خودمون رو بدیم. آره، به جاش تاور مید لین رو بگیریم. اوکی. بعد نکت ابجکتیو این که من همیشه بمونه وقتی پارتی میریم، دوستام همیشه دوست دارن تاور آف لین رو بگیرن، بعد من خیلی اصرار دارم که تاور آف لین رو فقط اینو هم یعنی؟ اولی بگیرن. اینو میگیرن. حالا نه، این شرطه، این اصلا بهش درد آره. ولی دومیه خیلی میگن تر بده. من خیلی همیشه اینو؟ داخل پارتی، آره من دوستام میگم که بچه فقط زمانی که اگه میخوایم مگا کیری بکنیم اینو بگیریم. نه اصلا این نه، این به هیچ دردی نمیخوره، اینم بهش دردی نمیخوره. شما اینو میگیری اگه دایر باشی، بعد اینو میگیری، بعد اینو میگیری، بعد آت پست رو بخشید اینو میگیری، بعد مید لین رو میگیری، بعد تاور دو پایین رو میگیری، آت پست رو میگیری، انقدر اینجا قوی میشی، بعد روشن رو میگیری، بعد حالا تیر دو مید رو میگیری، بعد حالا تیر یک و مثلا این لاین، اصلا این لاین رو تا آخر تا کاری نداری. من تو خیلی 90% بازی ها دقیقا تو 90% بازی ها من دیدم که همه دوست دارن مگا کریپ کنن ببرن، اصلا نمیتونن مثلا با دو طرف رکس گرفتن بازی رو ببرن، همش میگه خب مثلا نه 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 رکس نه 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 قبل رکس تو این دوتا رو میگیری، نه این دوتا رو میگیری تو. ببین تو قبل رکس سلاین رو خالی میکنی از تاور، خب منتها تاور یک پایین، تاور یک وسط، تاور دوی پایین، فار، روشن، بعدش حالا تاور دوی وسط و تاور یک بالا و تاور دوی بالا، بعد های گراند. یعنی روشن اولو معمولا شما میگیرید برای اینکه این سه تا تاور رو حذف کنید و این تراینگل رو بگیرید. روشن دوم معمولا برای های گرانده. حالا خود از لحاظ تجربه خیلی بیشتری که از من داری طبیعتاً، این که من اگر میخوام وارد های گراند بشم قرار پنج نفر فایت بدیم، بازی گره خورد و اونا رفتن تو های گراند. خب ما از من خودم اینطوری حس میکنم که باز هم وقتی که از آفلین انمی میخوایم بیایم وارد های گراندشون بشیم معمولا فایت ها رو میخوریم. درست دارم حد میزنم؟ فکر میکنم از سیف لین وقتی وارد میشیم راحت تریم، یا اشتباه اسم اشتباه چه شکلی؟ یعنی اینجا راحت تره؟ از اینجا میخوایم بریزیم داخل راحت تره تا اینکه مثلا آف لینشون بخوایم بریزیم داخل. ببین نمیدونم حقیقت، نه فرقی نمیکنه نظر من. به نظر من مهم اینه که کجای مپو گرفتین. معمولا چون اینجا آخرین جاییه که میگیرین، خیلی این لاین رو کاری ندارین، میدو فشار میارین و بالا رو معمولا، چون از تراینگل تو به دو لاین نزدیکی، ولی از اینجا تو فقط به پایین نزدیکی. خب معمولا اینجا رو ول میکنی، تراینگل حریف رو میگیری با دایر، یا مثلا وقتی ریدینتی اینجا رو میگیری، بعد اینجا به مید و پایین نزدیک تره. در نتیجه معمولا مید و پایین بیشترین لاین هایی یعنی که فشار میخورن برای های گراند. ولی به نظر آره اینجا یه ذره سوراخش گشادتره، راحت تره به نظر منم. ولی خب اونش مهم نیست، مهم اینه که تو کجا رو گرفتی. اگه اینجا رو گرفتی این دوتا لاینه، اگه اینجا رو گرفتی این دوتا لاینه. آره. خب و همیشه مید یکیشه، یکی از اون دوتاست. یعنی یا مید و پایین یا مید و بالا رو تو باید بگیری. مینیموم تو باید در دوتا لاین رو ببندی تا بتونی بری های گراند. اگر نمیتونی دوتا لاین رو فیکس بگیری واسه خودت، یه لاین رو اونو برن جلو، اصلا وقت های گراند رفتن نیست، اصلا زور های گراند رفتن نداری. اوکی گرفتی؟ من استفاده کردم. آره خیلی خیلی خب، حالا ببینم چیکار میکنی دیگه. اوکی ببینم خودم چیکار کنم. باختم درصد نفر کنم رفت. خبری نی بابا، میاد بالا دوباره.
نه چند دست بزنم روی 80% بودم، یه بازی میخواستم که بشه من شانسی گیر افتاده بودم، بعد دیشب یه 5 تا دوست دادم و همه چی خراب شد. الان دوباره 5 تا بیم میگیرم، خبری آره نیست. میشینم بازی کنم. اوکی، سوال دیگه نداری؟ دمت گرم، خیلی خوشحال آرزو شدم تو بلد بشم. قربونت، قربونت، فعلا نیستی چون چکریم، خدا قربونت. فرست.